آدم هایی که زنده زنده به مجسمه های از موم تبدیل میشن. گلاسیا سلام، امروز میخوام با هم دیگه فیلم هاوس آف وکس یا خانه مو رو ببینیم، محصول سال 2005. این فیلم یه ریمیک از نسخه قدیمی شه که سال 1953 ساخته شد و خب من این جدیدترش رو میذارم، با اینکه نمره‌هاش هم آنچنان بالا نیست ولی یه ریمیک خوب توی هالیوود محسوب بشه به خاطر اینکه اکثر المان های نسخه اصلی رو داره و فقط به خاطر بازی بد این بازیگرش که نمره‌اش اومده پایین. اما به عنوان یه فیلم ترسناک واقعا صحنه‌های خیلی تو مخی داره و ممکنه تا مدت‌ها باهاتون بمونه. این فیلم هم به پیشنهاد یکی از دوستان یعنی محمد علی داره قرار میگیره. یه پست توی کانال گذاشتم که هر کامنتی رو زیرش بذارید میخوام تو برنامه عید اکثرشون رو قرار بدم. بریم ما فیلمو ببینیم، حواسل مسپول و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم زنی رو در حال داغ کردن مقداری موم رو گاز و ریختنش توی ماسک میبینیم. بچه این زن در حال غذا خوردن و بعد مدتی همسرش در حالی که پسر دیگرشون رو بغل کرده وارد میشه. حالا این پدر پسر دارن دعوا میکنن و به زور اونو به صندلی میبنده. بعدم مادر میاد و شروع به تحقیر و دعوا با این پسر میکنه. در آخرم اون چنگی رو دست مادر میندازه و اونم محکم میخوابونه تو گوشش. سکانس بعد به جای دیگه تو چند سال بعد میریم و دو تا دوست به اسمهای کارلی و پیج رو در حال صحبت میبینیم. دوست پسر کارلی یعنی وید میاد و پیج هم تنهاشون میذاره تا به دوست پسر خودش یعنی بلیک سر بزنه. بعدم شروع به بوسیدن هم میکنن. تا الان با 4 نفر از این اکیپ آشنا شدیم و 2 نفر دیگه شون هم برادر کارلی یعنی نیک و پسر دیگه به اسم دالتون که رفیق صمیمی نیکه. این 6 نفر یه مسافرت رو شروع کردن تا به دیدن یه مسابقه فوتبال برن. بعد خوردن شام هم سفرشون ادامه داره و به قسمتی از جاده میرسن که بسته شده. به ناچار راه دیگه رو در پیش میگیرن و چون دیر وقته تصمیم میگیرن وسط جنگل کمپ کنن. پسر رو هم یکم بازی میکنن. این وسط متوجه میشیم برادر کارلی یا همون نیک خیلی قد و لجبازه. بقیه هم زیاد ازش خوششون نمیاد. حتی خواهرش کارلی هم باش بحث داره و میفهمیم مدت ها پیش نیک یه خلافی کرده و کارلی کسی بوده که اونو لوش داده. یکم از استراحتشون گذشته که یه رفعه یه وانت میاد و نزدیکشون وامیسته. نوربالا تو صورت این گروه میندازه و اونام که عصبانی میشن شروع میکنن به داد و فریاد. حتی شیشه یه چراغ این ماشینم با یه بطری میشکنن. اما قبل اینکه بفهمن راننده کیه این وانت ازشون دور میشه. دختر پسرام شب تو چادر میگذرونن. حالا هوا روشن شده و میخوان راه بیفتن که متوجه یه چیز عجیب میشن. ماشین وید به مشکل خورده و انگار یه نفر قص خرابش کرده. به هر حال مجبورن اولی ماشین رو درست کنن و برای این کار باید یه قطعش رو بخرن. در همین حال هم کارلی و پیج رو میبینیم که دارن صحبت میکنن و قدم میزنن. یهو کارلی پاش لیز میخوره و از یه قسمتی میفته پایین. اون رو جنازه تجزیه شده چندین حیوان مختلف که خیلی حال به هم زنه. بقیه هم میان کمکش رو در حالی که بلندش میکنن یه وانتی دیگه سر میرسه. رانندش آهوی رو پشت ماشین برمیداره و میندازه قاطی همین جنازه ها. بقیه هم با تعجب بهش زور زدن و متوجه چیز وحشتناکی میشن. دسته یه انسان وسط حیوان ها افتاده. راننده متوجه این قضیه میشه و سری با شوخی و خنده اون دست رو برمیداره. بهشون میگه این اسباب بازی و اشتباهی آوردمش. اینا هم خب باور میکنن. حالا وید به راننده میگه که ماشین خراب شده و از کجا باید لوازم بخره. راننده هم میگه نزدیکترین شهر به اینجا اسمش امروزه. اگه بخواید میتونم 2 تاتون رو با ماشینم ببرم اونجا تا لوازمی که میخواید رو بخرید. ولی باید خودم باهاتون باشم چون ممکنه یکم خطرناک بشه. وید هم با اینکه دوست دخترش کارلی یکم مخالفه راه میفته و کارلی هم دنبالش سوار ماشین میشه. این راننده هم از همون اول معلوم بود عجیب غریبه و حالا شروع به تعریف از شکار و چیزهای وحشتناک میکنه. به حدی که وید داد میزنه و تهدید میکنه که ماشین رو نگه داره. راننده هم همین کارو میکنه و این 2 نفر سریع ازش دور میشن. بالاخره به شهر امروز میرسن اما همه چیز یکم بیش از حد ساکته. نگاهشون به کلیسا میفته و میخوان برن داخل که میفهمن یه سری آدم دارن مراسم اجرا میکنن. برای همینم هم بی توجه به چیزی درو میبندن و همون بیرون وامیستن. چند لحظه بعد یکی از آدمهای داخل کلیسا میاد بیرون و خودشو بو معرفی میکنه. وید هم مشکلی که برش پیش اومده رو میگه و بو توضیح میده که پمپ بنزین و فروشگاه این شهر برای منه. اما الان توی مراسم کلیسا هم باید کارم تموم شه و بعد بریم بهتون بفروشمش. برای همینم هم کارلی و وید باید صبر کنن و یکم حوصله‌شون سر رفته. شروع به گشتن این منطقه عجیب میکنن. متوجه یه موزه بزرگ میشن که روش نوشته موزه موم یا هاوس آف وکس. با بیخیالی میرن داخل تا یکم وقت بگذرونن. وید نگاهش به یه سگ میفته و به خیال اینکه مثل بقیه حیوانهای اینجا خوش شده میره سمتش که با تکون خوردن اون خیلی میترسه. در همین حال زیرزمین موزه رو هم میبینیم. یه نفر با موهای بلند در حال ساخت چیزی مثل مجسمه است و صدای فریاد وید رو میشنوه. کارلی و وید بیشتر میگردن و با مجسمه مومی کلی آدم مواجه میشن. نکته عجیب اینه که عموما این مجسمه های موم رو از آدم های معروف به عنوان یه سمبل میسازن.
اما کسایی که اینجان هیچ شهرتی ندارن و مثل آدم‌های عادی شهرن. یه لحظه هم کارلی متوجه همون آدم عجیب و موی بلند میشه که زیر نظر گرفتنشون رو میترسه. برای همینم هم دوتایی عموزه در میرن. بالاخره بو از کلیسا خارج میشه و اونم دنبالش به مغازه میرن. وقتی وید قطعه ماشین رو نشون میده، بو میگه که این مدل رو تموم کردیم، اما یه دونه ازش تو خونه خودم دارم و اگه بیاید میتونم براتون بیارمش. کارلی و وید هم مثل احمقا دنبالش راه میافتن و وقتی به مقصد میرسن، کارلی تو ماشین بو میشینه که این دو نفر وسیله رو پیدا کنن و بیان تا برگردوندشون پیش دوستاشون. یکم میگذره اما وقتی خبری از وید نمیشه، با نگرانی میره سمت خونه. حالا چیز خیلی عجیب تر رو میفهمه. اگه یارتون باشه، یه وانتی اومد تو چشم این اکیپ نور بالا انداخت. اونا هم شیشه چراغش رو شکستن. ماشینی که الان کارلی داخلش نشسته دقیقاً همون وانته و حتی چراغش هم شکسته. سری بوغو میزنه تا وید بیاد بیرون، اما خب دیره. به محض اینکه وید صدا رو میشنوه، همه چراغ‌های خونه خاموش میشن. به سختی در ورودی رو پیدا میکنه اما میفهمه که قفل شده. حالا به در میکوبه و درخواست کمک میکنه. پشت سرش میبینیم که همون آدم عجیب با موی بلند که حالا مشخص یه ماسک اجنس مومم رو صورتشه، از دریچه مخفی اومده بالا و نگاهش میکنه. یهو میاد سمت وید و فقط تو چند ثانیه به شکلی دردناک چاقو رو به پشت پای وید یا همون پاشنه آشیلش میکشه. همین ضربه کاری هم باعث میشه بیفته زمین و دیگه نمیتونه حرکت کنه. یه سر میام پیش بقیه اکیپ که هنوز تو جنگلن. اونا هم نگران کارلی و وید شدن و واسه همین دوتاشون، یعنی برادر کارلی و همون نیک، همراه دوست صمیمیش دالتون راه میافتن دنبالشون بگردن. خب یارشون هم هست که اون راننده اسم شهر امبرز رو آورده بود، ولی هرچی تو جی پی اس میگردن همچین شهری اصلا وجود نداره. کارلی هم میبینیم که هنوز جلوی خونه است و چون نگران دوست پسرش شده، به رفیقش پیج زنگ میزنه تا آدرس جایی که هستن رو بده. اما خب پیج پاسخگو نیست و یه دفعه با خونه بیرون میاد. کارلی با وحشت برمیگرده توی ماشین و درو قفل میکنه. بو که احساس خطر میکنه، با وحشیگری تمام شیشه ماشین رو میشکنه و کارلی هم موفق میشه که ماشین رو روشن کنه و گاز بده. اما ماشین لب چاله گیر میفته و حالا کارلی بیشتر ترسیده. بو یه جلوی ماشین ظاهر میشه و کارلی هم سعی میکنه از عقب ماشین فرار کنه. میریم به طرف دیگه. اینجا همون زیرزمین پایین موزه موم یا هاوس آف وکسه. اون روانی ماسکدار پای وید رو گرفته و اونو دنبال خودش میکشه. وید هم خوب از ضربه و خونریزی بیهوشه. روانی اونو میذاره روی تختی و با دقت تمام زخمش رو بخیه میکنه. بعد لباساشو در میاره و خیلی با دقت بدنش رو میشوره. در آخر دستگاه رو به وید میبنده و حالا تو سکانسی وحشتناک رو سر تا پای وید موم داغ میریزه و مثل یه مجسمه بی حرکت اونو میشونتش. دوباره میریم پیش کارلی. وقتی هم ماشین فرار میکنه، با سرعت میاد توی شهر و اولین جایی که میبینه همون کلیساست. میره داخلش رو درخواست کمک میکنه که تازه میفهمه جریان چیه. همه ی آدمهایی که فکر میکرد توی این کلیسان همون مجسمه های از جنس مومن. با شنیدن صدای بو، سری خودش رو زیر لباس کشیش قایم میکنه. طولی هم نمیکشه که بو میاد داخل و به راحتی پیداش میکنه. بعدم میفته دنبالش و خیلی راحت میگیرتش. حالا دختره با بیرحمی مغازه خودش میبره، به یه زیر زمین بزرگ میکشونتش و میبنده به یه صندلی. همین لحظه است که نیک و دالتون هم به این مغازه میرسن. بعد کلی گشتن شهر رو پیدا کردن و دنبال دوستاشونن، صاحب مغازه رو صدا میکنن. بو دستش جلوی دهن کارلی گرفته و وقتی هیچ جوابی نمیده، نیک و دالتون هم با بیخیالی اونجا دور میشن. بو هم که خیالش راحت شده، قبل خروج از اونجا با یه چسب خیلی قوی دهن کارلی رو میبنده. بعدم از مغازه خارج میشه. حالا نیکو میبینیم که همونجاست و با دیدن صاحب مغازه میدوه طرفش. ازش در مورد کارلی و وید سوال میکنه که بو میگه اصلا ندیدمشون. اما خب خیس عرق و خیلی هم تابلو دروغ میگه. نیک هم مشکوک میشه و شروع میکنه به سوال و جواب اضافی. یه لحظه هم کارلیو میبینیم که دو قسمتی از زیر زمین این مغازه است. با شنیدن صدای برادرش و دیدن اون از دریچه هوا، شروع به تکون خوردن میکنه و حتی دستش رو از دریچه میکشونه بیرون. اما قبل نیک بو متوجه میشه و به بهونه بستن بند کفشش میشینه و بدون هیچ رحمی انگشت این دختر رو با انبر قطع میکنه. حالا نیک هم دیگه چیزی دستگیرش نشده و همراه بو از مغازه دور میشن. ولی کارلی باهوش خون انگشتش رو روی دهن خودش میریزه که باعث ضعیف شدن چسب و در نهایت باز شدن دهنش میشه. با همه قدرتش فریاد میزنه و نیک صداشو میشنوه. بو سری حمله میکنه اما نیک زرنگتر و موفق میشه با چند تا ضربه اونو بندازه زمین. بعدم کلیدشو برمیداره، میدوه داخل مغازه و در رو از اون ور قفل میکنه تا بو نتونه بیاد تو. در آخرم میدوه سمت صدای خواهرش. رفیق نیک یعنی دالتون هم میبینیم که حوصله‌اش سر رفته و وسط گشتن دنبال دوستاشون به همون موزه موم میرسه. میره داخل و با ذوق مجسمه ها رو نگاه میکنه تا آخر که نگاهش به رفیقش یعنی وید میفته.
با نگرانی میره نزدیک و دستی به صورت وید میزنه که به شکلی وحشتناک پوست اون قسمتش کلن جدا میشه. هیچ حرکتی هم وید نمیتونه بکنه، اما کاملا زنده است و از حرکت چشماش و اشکی که میریزه مشخص چقدر درد میکشه. دالتون خیلی میترسه و یه دفعه همون روانی ماسک دارم سر میرسه. ضربه سمت دالتون میزنه که با جاخالی اون نصفی از صورت وید میره و کارش کلن تموم میشه. حالا روانی دوباره حمله میکنه و دالتون هیچ جوره نمیتونه بهش آسیبی برسونه. تو همین فرار کردناش هم اتفاقی وارد راهروی میشه که به زیر زمین این موزه و در نهایت یه تونل بزرگ راه داره. یه تونل بزرگ پر از ترس و وحشت. روانی هم با یه لگد اون رو کلی پله پرت میکنه پایین و به شکلی دردناک دوتا چاقو رو به گردنش میزنه. یه ضربه کاری که سر اون رو از تنش جدا میکنتش. برمیگردیم پیش کارلی و برادرش نیک. صدای ماشین برو میشنون که یعنی از اونجا رفته. برای همین هم سریع از مغازه خارج میشن. سردرگمن چون هیچ کدومشون گوشی ندارن و هر خونه یا مغازه‌ای رو هم میبینن، یه آدمی که توسط موم پوشیده شده اونجاست. یه سرم میریم پیش دو نفر دیگه اکیپ، یعنی پیج و لوس پسرش بلک. هنوز تو جنگل منتظرن و تصمیم میگیرن تو این مدت یه رابطه هم داشته باشن. یه لحظه بلک میره تا ماشین چیزی بیاره که نگاهش به گوشی پیج میفته. کارلی یه پیغام صوتی گذاشته که درخواست کمک داره و توضیح داره که ماشین وانت اون روانی که مزاحم شد اینجاست. نگران میشه و در همین حین پیج تو چادر منتظر دوست پسرشه. همه جا تاریک و وقتی یکی میاد تو فکر میکنه بلکه. ولی با روشن شدن چراغ نگاهش به همون روانی ماسکدار میفته و با وحشت از اون طرف چادر خارج میشه. حالا دوست پسرش بلک هم میبینه که چاقویی به گردنش رفت و داره رو زمین جون میده. با سرعت فرار میکنه و روانی هم دنبالشه. با یه ضربه پا هم چاقوی بلک رو بیشتر فرو میبره و کار اونم کلن تموم میکنه. پیجم بعد کلی دویدن پشت یه ماشین پناه میگیره. بعد مدتی یه نگاه میکنه که بفهمه روانی کجاست و همینم کافیه تا یه میله آهنی مثل نیزه مغزش رو سوراخ کنه. خب حالا میدونیم تنها بازمونده های این گروه کارلی و برادرش نیکن. این دو نفر هم همچنان سردرگم و با دیدن یه مغازه پر از لوازم شکار میرن داخل. نیک تیرکمونی برای دفاع برمیداره. حالا بو که انگار تعقیبشون میکرده هم سر میرسه و با اسلحه که دستش شلیک میکنه. اونا هم موفق میشن به داخل سینمای محل فرار کنن. سینمای پر از تماشاچیهایی از جنس موم. بو هم بعد چند لحظه میاد اینجا و میفهمه نیک و کارلی بین تماشاچی ها قایم شدن. با نگاهی بهشون متوجه کارلی میشه، اما این دختر سری خودش رو قایم میکنه. تیر بو هم خطا میره که نیک تو همین فرصت با تیرکمونش به شونه اون تیری میزنه. بعد هم از در دیگه در میرن. بو با همون دست زخمیش میره دنبالشون و به محض ورود به اتاق بعدی نیکو میبینه که با تیرکمون جلوش وایساده. اونم بدون هیچ رحمی تیر رو به سینه بو شلیک میکنه. حالا این دو نفر نجات پیدا کردن و خب فکر میکنن تنها روانی شهر همین بو بوده. برای همین هم تصمیم میگیرن قبل فرار از اینجا دوستای دیگرشون هم پیدا کنن، یعنی وید و دالتون. کارلی آدرس خونه بو رو یادش بود و تایی میرن اونجا. شروع به گشتن دنبال سرنخ دوستاشون میکنن و هم جدا میشن. کارلی متوجه یه سری عکس و مقاله میشه که حسابی میترسونتش. عکس هایی از دوتا بچه دوقلو که تو دوران نوزادی کاملا به هم چسبیده بودن و بعدن با یه عمل دردناک جدا شدن. یکی از اونها بوه و اون یکی پسری به اسم وینسنت که برادر اون میشه. تازه کارلی میفهمه بو برادر داشته، اما قبل اینکه بتونه به نیک خبری بده صدایی میشنوه و قایم میشه. بو هنوز زنده مونده و اومده تا زخماشو درمان کنه. با خروجش از اتاق کارلی میره دم پنجره و حالا وانت رو میبینه که قرقبش دوست صمیمیش یعنی پیج به شکل وحشتناک افتاده و جونش رو از دست داده. راننده هم همون روانی ماسک داره که حالا میدونیم وینسنت برادر بوه. کارلی یواشکی از اتاق خارج میشه و نیک هم که پناه گرفته میارو دوتایی میخوان فرار کنن. دریچه‌ای به زیر زمین میبینن و میرن داخل. اینجا به همون تونل بزرگی میرسه که انگار تو کل این شهر کشیده شده. همون جایی که دالتون هم موزه رفته بود داخلش، کارلی هم مغازه بو اونجا بسته شده بود و الان هم که از اینجا وارد شدن. وینسنت و بو کارهای وحشتناکشون تو همین تونل بزرگ انجام میدن و اینجا از مومهای آب شده پره. قسمتی این تونل خیلی تاریکه و نیک متوجه کنترل برق میشه. سری میره که چراغ‌ها رو روشن کنه، اما دکمه هیچ کاری نمی‌کنن. از اون طرف دوتا برادر روانی که داخل خونه هست متوجه چراغ‌های شهر میشن که انگار یکی قطع و وصلشون میکنه. اون کنتوری که نیک داره ازش استفاده میکنه برای چراغ‌های کل این منطقه است. خب بو و وینسنت هم فهمیدن و سری سمت زیر زمین حرکت میکنن. این وسط نیک هم نگاهش به یه آدم دیگه توی موم میفته، کسی که همه زندگیش رو باهاش میگذروند، یعنی بهترین رفیقش دالتون. می دو طرفش که نجاتش بده که با یه دست ساده سر مجسمه کلن جدا میشه. یه دفعه وینسنت سر میرسه. کارلی و نیک غافلگیر شدن، اما موفق میشن از ضربه ها جاخالی بدن و بعدم با ریختن موم وسط اتاق یه آتیش بزرگ راه بندازن. حالا بینشون فاصله یه افتاره و از طرف دیگه فرار میکنن.
اینم بگم که تمام اینجا از موم ساخته شده و برای همین همش داره میسوزه. با گذشتن کلی راهرو به اتاق میرسن که اول فیلم چند لحظه اونجا رو دیدیم. تو این اتاق دو تا صندلی کنار همن رو هر کدوم اسمهای بو و وینسنت نوشته شده. خب روی دسته هاشون هم دو تا بند محکمه و رو صندلی بو کلی رد چنگ و خونه. انگار مادر این دو نفر اینطوری آزارشون میداده و خب اون اول فیلم هم بو بوده که توسط مادرش داشته آزار میدید. از طرف دیگه فرار میکنن و حالا به موزه موم میرسن، جایی که بو از قبل منتظرشونه. درگیری بین نیک و بو شروع شده و آتشی که از زیر زمین راه انداختن هم حالا به اینجا رسیده. به هر حال همه چیز از جنس موم و داره راحت آتش میگیره. همه موزه هم داره میسوزه و کارلی با چوبی برای نجات برادرش میاد. با چند تا ضربه محکم مغز بو رو به شکلی وحشتناک متلاشی میکنه و کارش تموم میشه. اما وینسنت هم به اینجا میاد و میفهمه برادرش چه اتفاقی براش افتاده. حالا که وحشی تر شده دنبال کارلی میره و یه گوشه گیرش میندازه. کارلی التماس میکنه که ولش کنه و نیک برای نجات خواهرش میاد. با وینسنت درگیر میشه و وقتی ماسک اونو کنار میزنه متوجه چهره وحشتناکش میشیم. چهره که به خاطر همون عمل دوران بچگی و جدا شدن از برادرش آسیب دیده. وینسنت با چاقویی میره سمت نیک و قبل اینکه بهش آسیبی بزنه دوباره کارلی پیداش میشه. چاقو رو میزنه به وینسنت و نیک هم با لگد هولش میده و با خراب شدن کف اتاق اون میفته پایین. دقیقاً رو بدن بیجون برادرش بو. یه رفعه کف طبقه بالا هم خراب میشه و کارلی و نیک میفتن پایین. سری دنبال راه فرار میگردن و موفق میشن قسمتی از مومهای دیوار رو بکنن و از پنجره اون برن بیرون. همه موزه خراب میشه و میریم به روز بعدی. نیروهای پلیس و آتش نشانی به منطقه اومدن و این جنایت وحشتناکو دارن بررسی میکنن. کلانتر منطقه پیغامی میگیره که از ایستگاه پلیس میگن هویت اون روانی ها با کمک کارلی و نیک شناسایی شده. اسمشون بو و وینسنت بوده. اما الان فهمیدیم که اونا یه برادر دیگه هم داشتن. نیک و کارلی در حال انتقال به اداره پلیسن و همون راننده وانت اول فیلمو میبینیم که با سردی بهشون زل زده. کسی که حالا میدونیم برادر سوم اون روانی هست و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. House of Wax یکی از اون فیلم های اسلشر قدیمیه که خب وقتی اومد خیلی سر و صدا کرد و کل گیشش فروش رفت، بخاطر اینکه همه جوان ها و نوجوان ها به صورت کاپلی میرفتن این تجربه ترسناک داشته باشن. خب خیلی هم ترکونده بود. بدترین سکانسش هم به نظرم همون بلایی هست که سر وید میومد، همون بلایی که سر پاشنه آشیلش میومد و بعدم همون زنده زنده که تبدیل به موم میشد. در کل خب باید بدونید که فیلم House of Wax یکی از سمبل های مهم توی سینمای وحشت حساب میشه و خیلی از فیلم ها هم الهام های مختلفی رو ازش گرفتن. یکی از معروف ترینش که توی کانالم گذاشتم فیلم خانه هزار جسده. یکی دیگه از نمونه های خیلی معروفش هم سری فیلم اسکریم. اگه دقت کرده باشید این سبک قاتل ساختنش، سبک روانی ساختنش، تویست هایی که توی فیلم میاره، مثلا فهمیدیم که اینو برادر بودن بعد یه برادر دیگه داشتن که آخر فیلم دیدیمش، همه این چیزها رو توی سری فیلم اسکریم هم میتونیم به وضوح مشاهده بکنیم که خب دیگه الهام گرفتنشون واضحه. توی سینما همیشه در کنار افرادی مثل لیدر فیس از سری فیلم های کشتار عربقی تگزاس، یا مایکل مایرز از سری فیلم هالووین، یا جیکسا از سری فیلم اره، در بین همه اینها اسم وینسنت از این فیلم هاوس آف وکس هم همیشه بوده، به خاطر اینکه واقعا یه شخصیت روانی داره، خیلی بیرحمه و یکی از کابوس هایی هست که همه آدم ها بعد از دیدن این فیلم داشتن. برای همینم هم میگم اسمش همون بالا بالا همیشه بوده و به نظرم تو ابد هم میمونه. شخصیت خیلی الو جانم سلام، خیلی ممنون جانم، از کجا آدرس نمیشه بگیم کجا اومدید؟ اشتباه گرفتید جناب، فکر میکنم. خیر اشتباه گرفتید، خواهش میکنم، خدا نگهدار. داداشی که تو مجتمع شقایق برات گل فرستادن شماره منو اشتباهی دادن به پیک، برو بگیرش. آقا امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهادتون رو بنویسید. بازم میگم پیشا پیش سال خفنی داشته باشید. البته فکر میکنم یه ویدیو دیگه هم دوشنبه بتونم آپلود کنم که میشه دو روز قبل سال تحویل و بعدش میریم برای تعطیلات که میخوام کنار هم دیگه بتره کنیم. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم. لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.